رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی با ما همراه شدن. خوش آمدید آقای غیبی. به نظر حالا بعد دستور خامنه‌ای شاید افزایش برخوردهای امنیتی هستیم تو بازار ارز، نظر شما چه هست؟ بله، خب متاسفانه در حوزه ارز هم البته قبلا هم وجود داشته، الان تشدید شده مثل سایر بخشایی که کنترل بازار و توازن ارز تقاضا زمانی که از دست دولت و دولت مردان خارج میشه روی به برخوردهای امنیتی و قهری میاره. متاسفانه الان در این حوزه هم شاهد این اتفاقات هستیم. خب روند روی کردی هم که در پیش گرفتن به نظر من اون شدت سرکوبی که الان دارن میکنن و برخورد امنیتی به همون میزان که از این ور فشار میذارن در زمان انفجار قیمتی هم خب شاهد شدت انفجار قیمت ها خواهیم. این سخت‌تر شدن دسترسی به دلار به ویژه از مسیر به عراق چه تأثیری میذاره رو بازار ارز ایران؟ ببینید، خب این از پاییز سال گذشته شروع شد، فقط هم عراق نبود. خب مقامات امریکایی به عراق سفر کردن، به امارات متحده عربی سفر کردن و خب مقامات کشورهای همسایه حتی ترکیه اینها رو متقاعد کردن که در چارچوب تحریم ها بمانند و با جمهوری اسلامی حداقل در بحث جابجایی دلار همکاری نکنند. طالبان هم محدودیت گذاشت برای ارسال دلار به ایران و تمام اینها در کنار هم دست به دست هم داد تا ما شاهد بودیم کاهش عرضه دلار از سمت بانک مرکزی رخ داد. این اتفاقات منجر شد گلایه تولید کننده ها رو ما شاهد باشیم. آقای فرزین زمانی که آمد بعد از 40-50 روز اعلام کرد که در مدت زمانی که حضور داشته بیش از 6 میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کرده به تولید کننده ها، ولی در طرف مقابل تولید کننده ها یک به یک از حوزه تولید کنندگان قطعات خودرو تا نهادهای دامی و اینها تمام وارد کننده ها اعلام کردند که ارزی به ایشان تخصیص داده نشده. حتی کاهش ذخایر دلاری کشور به گونه ای بود که نتوانستن و امروز هم نتوانستن با گذشت 6-7 ماه از زمانی که کشتی های کالاهای اساسی شامل گندم، جو و نهادهای دامی و خوراک دام و طیور که در بنادر ایران منتظر هستن نتونستن اینها رو ارز مورد نیاز رو تخصیص بدن و ترخیص کنن. تمام اینها نشان دهنده تاثیرگذاری این کاهش دسترسی و دستیابی به دلارهای کشور برای همسایه است که از عراق مخصوصا بخش عمده ای از اون برآورد میشه. یک چیزی حدود بیش از 200 میلیون دلار در روز به صورت قاچاق وارد ایران میشد. آقای غیبی، توی پرونده ارزی عراق چیو سیف میبینیم که در نهایت حکم زندان لغو شده، جریمه نقدی در نظر گرفته شده. هر دو اینا هم گفتن که دستور مداخله توی بازار از بالا بوده. ارزیابی شما چیه؟ خب اون زمان نیاز بود برای جلو دخالت در معاملات فردایی که شکل می گرفت بانک مرکزی ورود کنه، ورود غیرقانونی بکنه، ولی چون بانک مرکزی به طور رسمی نمی توانست این کار رو انجام بده، خب از طریق کارگزاران خودش این کار رو انجام داد. انتخاب اون کارگزار خب به یک فرایند فسادزایی بوده. حضور اون کارگزار و شبکه فسادی که حول و حوش معاملات دلار شکل گرفته بود، خود همون هم فسادزا بوده. در کنار این باز فراموش نکنیم نفس انجام این کار هم خب هم غیرقانونی بوده هم فسادزا، ولی جمهوری اسلامی در آن زمان نیاز داشت این کار را انجام بده، انجام داد. و بعد از اینکه خب شاهد بودیم آقای سیف برکنار شد، آقای رئیسی که آن زمان در قوه قضایی هم بود ظاهرا پرونده‌ای برای اینا تشکیل دادن و این اتفاق رخ داد. بازداشت شدن، به زندان و جریمه نقدی محکوم شدن. و یک نکته هم شاید اشتباه نشه، اون عدد 1630 میلیارد تومانی که اینها ملزم به بازپرداخته شدن الزاماً عددی نیست که اینها اختلاس کرده باشن یا برده باشن. اون زیانی هست که از سوء رفتار اینها به سیستم، به خزانه کشور، به بانک مرکزی وارد شده و منتفع این کسان دیگری هستند که اون پول در بین اونها تقسیم شده. و بعضن اگر دنبال اینها برویم میشه اینها به حلقه های قدرت و نهادهای امنیتی و نظامی میرسه. ممنون رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی همراه ما.